آمریکا هواپیماهای باری جمهوری اسلامی رو به فهرست ناقضان تحریم‌های روسیه اضافه کرد. رضا تقی‌زاده همراه ما سریگر امور بین‌الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، همزمان که مقامات جمهوری اسلامی در آمریکا به سر می‌برند، اعلام کردند که زمینه مذاکره هم در نیویورک فراهمه. در همین حال، در چند روز گذشته آمریکا چند تحریم جدید برای ایران وضع کرده، آخرینش هواپیماهای باری جمهوری اسلامیه. این تحریم‌های جدید چه پیامی برای مقامات این کشور داره، در حالی که اونها به دنبال این هستن که تحریم‌های پیشین هم برداشته بشه؟ بله، ولی این انتظاری است که معلوم نیست مطابق خواسته جمهوری اسلامی برآورده بشه. جمهوری اسلامی با وجود شرایطی که برای آمریکا اعلام شده غیر قابل پذیرش است، همچنان عروس رو همراه کرده با آقای رئیسی به نیویورک برای اینکه خواستگار اون رو اونجا بتونه پیدا بکنه. آقای باقری کنی بدون واقعا هیچ توجیه منطقی همراه این هیئت نسبتاً بزرگی که از تهران راهی نیویورک شدن و انتظار دارن که آقای مورا بتونه حتی در یک فرصت کوتاه بودن رئیسی در نیویورک زمینه تماسی رو با آمریکایی‌ها فراهم بکنه. ولی آمریکایی‌ها با نشان دادن دو دوره از تحریم‌ها اینطور پیام می‌فرستن که آماده این مذاکرات مطابق شرایط جمهوری اسلامی نیستن. البته تحریم کردن هواپیماهای باری جمهوری اسلامی علت خاص خودش هم داره و اون فرستادن مهمات و به خصوص فرستادن پهپادهای جنگی است که جمهوری اسلامی اونها رو به روسیه تحویل داده و اوکراینی ها اعلام کردن که از این پهپادها در جنگ داخلی اوکراین استفاده شده و تلفاتی به بار آورده. افکار عمومی آمریکا خیلی با این نوع رفتارهای جمهوری اسلامی سر سازش نداره، با اینکه تا حدی موافق احیای برجام بین الملل آقای بایدن با دور تازه تحریم ها میخواد در فاصله نزدیکی تا انتخابات ماه نوامبر موقعیت خودش رو روشن بکنه و این روشنی به نفع جمهوری اسلامی نیست. اشاره کردید آقای تقی‌زاده به گزارش هایی که از انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین منتشر شده. به هر حال این تحریم ها به خاطر همین اتفاقات و به خاطر همین اخبار هست. جمهوری اسلامی هم برای گسترش همکاری با روسیه در بخش هوافضا از طریق تامین قطعات یدکی هواپیماها اعلام آمادگی کرده. جمهوری اسلامی تا کجا میخواد و تا کجا میتونه هزینه ارتباط با روسیه رو بپردازه؟ البته به دنبال نوعی منفعت تبلیغاتی هم جمهوری اسلامی هست. ما میدونیم که ایران در وضعیت کنونی کشور صنعتی نیست، ولی جمهوری اسلامی با تبلیغ فروختن قطعات یدکی هواپیما به روسها و همینطور ارسال پهپاد و شاید مهمات دیگه میخواد تبلیغ بکنه که یک قدرت منطقه‌ایه، میخواد تبلیغ بکنه که از نظر تولید سلاح دارای بضاعت‌هایی است. ولی در شرایطی که واقعا ایران نیاز به یک نیروی دفاعی قابل برای مقابله با هر نوع تهدید خارجی داره، این وضعیت این آسیب پذیری رو برای ایران بیشتر از پیش میکنه. همین پهپادهایی که در اختیار دارن و به هر حال در غیاب هواپیماهای جنگنده بضاعت اونا بسیار محدوده، به نوعی پوشش میده به فضای جمهوری اسلامی، مرزهای ایران و غیره. ولی در نوکری خواسته های روسیه، جمهوری اسلامی تا مرز بی‌نهایت اعلام آمادگی برای پیشرفتن کرده و این واقعا غیر عادی است، در حالی که چین حتی از ارسال مهمات به روسیه تا حد زیادی به صورت آشکار دست کم خودداری میکنه. جمهوری اسلامی اندک بضاعت‌هایی در اختیار خودش رو با رسیدن فرمان از کرملین به اون کشور میفرسته. رضا تقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم بریتانیا.